بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجمرات زيارة جامعه كبيرة بفصل الخطاب عندكم، إن جمرات داشتين كي إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم، یعنی معترفیم که بازگشت خلائق روز قیامت به سمت شماست و حسابشون هم واگذار به شماست. به فصل الخطاب اندکم، به فصل الخطاب هم در نزد شماست. این کلمه فصل الخطاب به اصطلاح اهل ادب اضافی صفت به موصوف خطاب الفصل، خطاب الفصل یعنی کلام الفصل، کلام الفصل یک کلامی که جدا کننده است میان حق و باطل و صدق و کذب، اونی که جدا کننده است، دو قسمت از کلام را از هم جدا می کند، او گفته می شود خطاب فصل یا کلام فصل یا فصل الخطاب. اون جمله ای که جدا می کند دو قسمت از کلام را به اون گفته می شود. مثلا این کلمه اما بعد غالبا گفته می شود در خطیبی که خطابه دارد، اول شروع می کند به حمد خدا و بعد هم درود بر رسول خدا و آل اطهار علیهم السلام، بعدش میگه اما بعد. مطلب اینه، این کلمه اما بعد رو میگوین که از مصادیق فصل الخطابه، یعنی یه جمله ایست که جدا میکند دو قسمت از کلام رو از هم دیگه. اون قسمت از کلامی که حمد و ثنا بود و درود و صلوات بود، بعد مطلب دیگری که مثلا موعظه دارد، مقصد دیگری دارد، جدا میکند این دو قسمت را. یا مثلا قاضی که میخواد حکم کند در یک مرافعی، در یک منازعی، خب یکی مدعی یکی مدعا علیه، قاضی که نمیدونه که مطلب چجوریه تا حکم کند، قهرن یه میزانی هست، مدعی بیانه اقامه می کند، شاهد می آورد، اگر نداشت منکر قسم می خورد. خود این خودم فصل الخطابه دیگه، در حد خودش البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، بینه به عهده مدعیست و قسم به عهده منکر. ولی این خودش یه میزانیست برای قضاوت و حکم قاضی. حالا اگر چنانچه از افراد خیلی بالا باشد که الهامات غیبی مثلا به فکر او برسد، بصیرتی فراستی حق را تشخیص بدهد، به هر حال فصل الخطاب اون کلامی است که جدا می کند صدق را از کذب. در قرآن هم این جمله آمده، در یک جا فقط آمده، در مورد حضرت داوود علیه السلام، و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. ما سلطنت داوود را قوی کردیم، محکم کردیم و حکمت به او عنایت کردیم و فصل الخطاب به او دادیم. خب ملک سلطنت و آتیناه و شددنا ملکه، خب خیلی سلطنت جناب داوود علیه السلام به بالاتر حضرت سلیمان علیه السلام، خب خیلی عظیم بود، سلطنت وسیعی بود، گسترده بود، که ما محکم کردیم جوری شد که در قلمرو حکومت حضرت داوود علیه السلام دیگه کسی نبود مقاوم باشد در مقابل قدرت او، لشکری مجهز
منظم داشت که امنیت آرامش در همه جای مملکتی که تحت حکومت جناب داوود علیه السلام بود خب تأمین شده بود. و آتیناه الحکمه، ما حکمت به او دادیم که درک حقایق هستی، اون چه که در عالم حقایق هست و به او یاد داده بودیم، و فصل الخطاب و نیروی به او داده بودیم که در منازعات مرافعات وقتی که به او مراجعه می شد با اون نیرو صدق را از کذب جدا می کرد. اون هم نحوه حکومت او غیر حکومت قاضی های معمولی، بلکه او نبی بود و الهامات غیبی به او می شد و از اون طریق میان صدق و کذب فرق می گذاشت در مواقع خاصی. حالا از جمله قصه نقل می کنن در باره از داوود علیه السلام، یه جوان بنی اسرائیلی که خیلی آدم مقدسی بود و متعبد بود و سالها از خدا می خواست که روزی حلال خدا نصیبش کند، دعا می کرد و منتظر اجابت دعا هم بود که بشه و این دعا متجاب بشه. بعد می گویند که یه روز نشسته بود تو خانه اش، یه گاوی سرزده وارد شد تو خانه اش. این آدم ساده دلی بود، خیال کرد که دعا مستجاب شده، برای اون روزی حلالی که میخواسته با پای خودش آمده، بعدا برخواست اونو گرفت و کشت اون گاو را که روزی حلالی خدا رسونده. اتفاقا صاحب گاو هم دنبالش میگشت و با خبر شد که رفته خانه، آمد دید که کشته این گاو را و داد و فریاد را انداخت. بالاخره او را بردن این کشید بود پیش حضرت داوود علیه السلام به محکمه. خب اونجا هم اقامه شهود کرد و بیانیه آورد و که این گاو مال من بود و این کیفیت. خب رو موازین ظاهری حضرت داوود هم حکم صادر کرد به نفع او، خب چون صاحب گاو بود و اون. و این جوان که این کار رو کرده بود خیلی ناراحت شد، روی همون جنبه ساده دلی که داشت، خب من سالها دعا کرده بودم از خدا روزی حلال خواسته بودم، حالا به این کیفیت شد، حالا بدتر شد، چون حالا ما متهم شدیم و مجرم حساب شدیم و باید ضمانت داشته باشیم. جوتی ها خیلی متأثر شد و از تأثر او حضرت داوود علیه السلام هم غمگین شد. بعد فرمود که پس بماند فعلا، حکم نهایی برای فردا، فردا بیایید. خب رفتند و فردا آمدن، باز هم مدعی و متحره و جمعیتی آمدن، دیدن امروز لحن جناب داوود عوض شده و به نفع اون جوان دارد صحبت می کند. بعد هم خطاب کرد به اون سابقا، فرمود که بیا تو مقاومت نکن و از این گاو چشم بپوش، به این جوان را حلال کن. او گواه نمیشه، مثلا این مال من بوده و زحمت ها کشیدم و گاو پرورش دادم و به این کیفیت از دستم رفته باشه. و بعد فرمود که نه، صراحت در همینه که از این گاو چشم بپوشی و او را حلال کنی. اگه خیلی مقاومت کنی و خواهم گفت که تمام زندگیت مال اینه، نه تنها گاو مال اینه، چون تمام زندگیت مال اینه، هرچه داری. او نعرهاش زیاد شد، فریادها زیاد شد، از استمداد از مردم کرد و به دادم برسید. مثلا چه قضاوتی، مثلا این چه جور حکمیه که صادر شده. به هر حال دیدن که اینجوریه، فرمو بسیار خوب، همه با هم می رویم برای کشف حقیقت مطلب. جمعیتی برخواستن آمدن تو بیابان، دیر درخت تناوری رسیدند و دستور داد گشتن دنبال اطراف اون درخت و کندن یه جایی رو که خودشون دستور دادن. دیدن که یک کارد خونین پیدا شد با یه جمجمه کله انسانی. بعد فرمود راز مطلب اینه، تو غلام پدر این جوان بودی، بردهش بودی و بعد با حیله ای او رو آوردی در میان بیابان، سرش بریدی، اینجا کشتی و اموال او را تصاحب کردی. هرچه اموال داری الان مال همین جوانه، برای اینکه پدر این بوده و خودت هم برده پدر او بوده ای، خودت هم مال او هستی و تمام زندگیت مال اوست و از طرفی قاتل هم بوده ای، این حق داره تو را قصاص کنه. برزا دستور داد با همون کارد سر او را برید، چون اون قاتل بود دیگه، قصاص کرد از او
همه اموالش هم تصاحب کرد. و این یک نمونه فصل الخطابه، یعنی اون نوری که در قلب مقدس اوز از جانب خدا در مواقع خاصی که باید اظهار بشود با همون نیرو اظهار حق می کند، صدق را از کذب جدا می کند. و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. حالا اون فصل خطاب حقیقی در نزد ائمه دین علیهم الصلاه و السلام که ما در جامعه می خوانیم، یا الخلق الیکم به حسابهم علیکم و فصل الخطاب اندکم، بازگشت همه خلائق به سوی شماست، شما مرجعید. هفته پیش هم عرض شد هیچ منافاتی نداره با انا لله و انا الیه راجعون، بل ما الالله راجعون. در این حال بله یا الخلق الیکم هیچ اشکالی نداره، در این حال که معاب همگی خداست، در این حال معاب همگی علی و آل علی علیهم السلامه، چون در عالم او قرار داده دیگه. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کی میخواد مآب مرجعی برای خود اتخاذ کند راه بازه. اون مآب اصلی شکی درش نیست، مرجع اصلی ذات اقدس حق است، ولی با توضیحاتی که هفته‌های پیش عرض شده خب در عالم امکان و در عالم اجساد و اجسام و که انسان ها باید مناسب با خودشان مسانخ با خودشان هم مرجعی داشته باشند، معابی داشته باشند، در این عالم مرجع و معاب را ائمه خدا علیهم السلام قرار داده که معاب خلقن و حساب خلق به دست اونها و فصل الخطاب به دست اونها. اونها هستند که نگاه به سیمای اشخاص کردن میفهمند، تشخیص میدهند که این چجور آدمیه، این آیا سعید است، آیا شقیه، آیا مجرم هست، مجرمم هست چجور جرمی دارد، چه گناهی دارد، با سیما تشخیص میدهند. همینقدر که نگاه کنن یعرفون کلن به سیما هم که قبلا هم این آیات شرح شده مشخصن. ولذا وقتی نگاه کرد به چهره ابن ملجم فرمود تو قاتل منی، او به حسب ظاهر میگه من که به شما محبت دارم، جوریه در اون موقع هم او راست میگه و در سطح قلبش محبت داشتی که، اما از عمق قلبش بیخبر بود، از عمق روحش بیخبر بود. این نطفه او در چه شرایطی منعقد شد خودش نمیدونست، او نمیدونست شرایط صلب پدر چه بوده، رحم مادر چه بوده. اما علی ولی علیه السلام که او ولی کارخانه خلقت هست به اذن الله، او میداند اصلا نطفه او در چه شرایطی منعقد شده، در صلب پدر چه بوده، در رحم مادر چه بوده، او میداند. تخم را میبیند خبر از محصول میدهد، اینجور نیست که آدم هر کسی بفهمد. باغ کشاورز میفهمد، یه کشاورزی که کار کشته است و ورزیده نگاه کند به یک گیاهی میفهمد که این تخم چیه و محصولش چیه. من نمیفهمم، حالا چجوری من نمیدونم که فلان گیاه بذرش چیه و محصولش چیه، او میداند. ولذا مولا المتقین علیه السلام او میداند تا نگاه کند بذر این چه بوده، نطفه اش چه بوده، چه محصولی خواهد داد. ولو میشناسند و فصل الخطاب اندکم، او میداند. امام کاظم علیه السلام که این روزها منصوب به اون حضرت هست، در یک از سفرها رسیدن به یک معبد یکی از نصارا، از راهبان نصارا که اونجا محل عبادتش بود. هر سالی یک روز مردم جمع می شدن او موعظه می کرد، سال یک روز روز وعظش بود، روز ارشاد و هدایتش بود که نصارا جمع می شدن اون در معبد او و با پای صومعه او و او مردم را موعظه می کرد. امام کاظم علیه السلام به طور ناشناس متنکرن وارد شد به همون جایی که او داشت صحبت می کرد برای مردم و وعظ می کرد. تا امام علیه السلام وارد شد متنکرن و به طور ناشناس وارد شد، او تا چشمش افتاد به امام علیه السلام احساس هیبتی کرد، احساس کرد که هیبتی در قلبش پیدا شد نسبت به این تازه وارد. بعد حرفش قطع کرد، گفت که انت غریب، یا هاذا انت غریب،
شما ناشناسید، غریبید در اینجا؟ فرمود بله. بعد گفت منا ام علینا، با ما موافقید یا مخالف ما هستید از جهت مذهب و کیش و اینها؟ همین گفت نفر بود من مخالف شما هم، فرمود از شما نیستم. او گفت منا و علینا از نایید یا مخالف ما؟ فرمود بله از شما نیستم، لستو منگو. و فرمود شاید، او عرض کرد که شاید از امت اسلامی باشید. فرمود بله. گفت که من علمائهم ام من جهالهم، از علماشون هستید یا از مردم عوامشون هستید؟ باز نفهمید از علماشون. فرمود که از عوامشون نیستم. از علماشون هستید یا از عوامشون؟ فرمود از عوامشون نیستم، لست من جهالهم، از جهالشون نیستم. او متوجه شد که خب از بزرگان امت اسلامی. بعد گفت که خب من چند سوالی دارم از شما. سوال اولی که شما معتقدید که درخت طوبی در بهشت، شجره طوبی در خانه پیغمبر شماست در اونجا، ولی در این حال تمام شاخه های او در همه جای بهشت پخشه، این چطور می شود که خود درخت تو خانه پیغمبر باشه و شاخه هاش تو همه خانه های بهشتی باشه؟ فرمود خوب در دنیا همین مثالش هست، خورشید یک جاست و نورش همه جا رو گرفته دیگه. این چه خیلی تعجب آور نیست؟ خورشید در دنیا همه از یک جاست و نورش همه جا رو گرفته. خب این نظیرش حالا چه استبعادی نسی باشه؟ حالا اون که حال کیفیتش حال کسی نمیفهمد چه جوری، حالا تنظیر دیگه به این کیفیت. بعد گفت که خب شما معتقدید که غذاهای بهشتی هر سه ازش بخورن کم نمیشه. خب چطور میشه هی بخورن کم نمیشه؟ خب اون در دنیا هم این نظیر داره. مثلا شما یه شم روشن میکنید، از یک شم صدها شم هم روشن میکنید، ازش کم هم نمیشه. خود شعله شم باقی خودش باقیه، اگه ازش یه شم روشن میکنید، دو تا، سه تا، چهار تا، صد تا، هزار تا ممکنه از این روشن کنید، باز هم خودش باقیه. پس اشکالی خیلی نداره، اقتباس میشود از نوری و نورش هم خودش محفوظه دیگه، خیلی تعجب آور نیست. او گفت که خب شما میگویید در بهشت ظل ممدود سایه است. خب سایه است یعنی چه؟ فرمود خب ما در دنیا هم بین طلوع این چجوریه؟ ولی نه شب است و نه روز آفتابیه. خب در این حال یه وقتی است از اوقاتی که خب ظلی سایه است. بعد گفت شما معتقدید که در بهش هرچی که خورده میشه، نوشابه ها و طعام ها، فضولاتی نداره، بولغائتی نداره، یه بهشتی هایی مسترا ندارم. حالا این هی میخورن میاشامن، فضولات نداره. خب در دنیا هم نظرش هست، بچه در رحم مادر خب میخورد مینوشه، فضولاتی نداره. مگه در رحم مادر فضولاتی داره؟ مگه در این حال خب میخورد قضا میخورد، مثل اون در عالم خودش دیگه، اونجا هم خوراک دارد و نوشابه دارد و یه دفعه فضولتی نداره. پس این چیز تازه خب نظیر داره دیگه. گفت بعد شما قائلید برای این که در بهشت همین که بهشتی ها اراده کنند چیزی را، اون خدمه بهشتی خدمت گذار باشه حاضر میکنن، هیچ امر نمی کنن، نمیگن فلان چی بیار، این گفتن نمیخواد. همین قدر که اراده کردن خود اونها حرکت میکنن، از ارادهشون باخبر میشن، دنبال کار میرون. خب در دنیا هم و به روح انسان همین که اراده کرد دست حرکت میکنه، پا حرکت، اینا هم نوکر خدمتگزارن دیگه. این اعضای بدن انسان خدمتگزار روح هم. روح فرمان نمیده که دست بگه بردار، خودش بر میداره، نمیخواد بگه بردار. به چشم بگه آه چشم ببین، نگاه کن، نمیخواد. همین که اراده کرد چشم نگاه میکنه، تا اراده کرد گوش میده، تا اراده کرد دست حرکت میکنه، اراده کرد پا حرکت میکنه. خب اینجا روح به محض اراده اش تمام نوکرهاش کار میکنن. خب در بهشت هم همینه، به محض اینکه اراده کرد تمام اون خدمه بهشتی به کار مشغول میشون، احتیاج به امر هم ندارن. بعد آخرین سوالش این بود، گفت که خب به نظر شما کلید در بهشت نقره‌ای یا طلایی؟ فرمود که کلید در بهشت لسان العرب به قول لا اله الا الله. این کلمه لا اله الا الله که بر زبان انسان جاری می شود، این کلید بهشت است. بعد گفت صدقت.
تصدیق کرد و مسلمان شد به دست امام کاظم علیه السلام، هم خودش و همه اون جمعیتی که اونجا بودن اون روز به برکت امام کاظم علیه السلام به شرف اسلام مشرف شدن. این فصل الخطابه، مصداق فصل الخطابه، یعنی خود جدا می کند در نظر اون آدمی که خودش از بزرگان و علماء نصارا بود، حق را از باطل جدا می کند. ابو حنیفه میدونیم که این من خب خیلی شاگردی کرده بود خود امام صادق علیه السلام، خب دیگه آدمی بود که منحرف بود در مقابل امام علیه السلام و جمعیتی باز کرده بود، یه رشته برای خودش درست، ریشه ای درست کرده و مسلکی درست کرده بود. حتی به قدر این آدم خبیث بوده که گفته که من در لباس در هر چیزی که امام صادق داشته من مخالفش گفتم، اما در سجده نمیدونم سجده میکنه چشش میبنده یا باز میکنه، این نمیدونم که اگر میبنده من باز کنم، اگر باز میکنم من ببندم، احتیاطا دو کار میکنم، یکی میبنده یکی باز میکنم، که به هر حال مخالف شده باشه دیگه. حالا این آدم خودش گفته که من آمدم از عراق رفتم به مدینه، اونجا به قول خودم یه مسائلی داشتم از امام صادق علیه السلام بپرسم. رسیدم در خانه امام صادق علیه السلام، دیدم تو دهلیز خانه تو راه رو یه کودکی ایستاده، فهمیدم که از تو خانه امام صادق علیه السلام. گفتم که اگر کسی قریب باشه تو این شهر وارد بشود بخواد قضا حاجت کند کجا باید برود، چه کار باید بکنه؟ بعد یه نگاهی به من کرد اون کودک و بعد به من گفت که یتوارا خلف الجدار، یه چند جمله دیدم گفت که برای من حیرت انگیز بود، و یتوارا خلف الجدار و یتوقع شطوط الانهار تجنب یتوقع اعین النزار و یتجنب شطوط الانهار و مصابت السمار و افنیت الدیار لا یستقبل القبله و لا یستدبرها بعد ذلک یزاهی سیگر. و دیدم به این چند جمله فرمود که پشت دیواری پنهان می شود، از دیدن نگاه کننده ها خودش رو دور کند، کنار نهر جاری ننشیند، زیر درخت های میوه‌دار ننشیند، رو به قبله نباشد، پشت به قبله نباشد و بعد آزاد قضا حاجت کند. میگه من از این جملات که از یک کودکی به نظرم بود و دیدم جملاتی فصیح و بلیغ، تمام آداب و شرایطی که در قضاء حاجت هست برم بیان کرد، در نظرم خیلی بزرگ آمد این کودک. بعد خواستم مطلبی ازش بپرسم، دیدم خیلی با عظمته، برزا گفتم که جو التفداک من مدل معصیه، اونی که بخواستم از مصاده بپرسم، گفتم جو التفداک من مدل معصیه، من قربان شما میشوم معصیت از کی صادر میشه؟ مثلا جبر و تفویض رو اونجا برداشت میکنه، از کی صادر میشه؟ گناه از خود انسان صادر میشه یا از خدا صادر میشه؟ بعد به من نگاهی کرد، نگاه عمیقی به من گفت که اجلس، همینجا بنشین، حتی اخبرک بشین تا برات بگویم. بعد نشستم همونجا و بعد گفت که ان المعصیه تکون من العبد او من ربه او من هما جمیعا، از این سه حال خارج نیست، یا باید بگیم این گناه از خدا صادر شده است منتها به دست بنده صادر شده، یا از بنده یا هر دو شریک هم دیگه، خدا و بنده شریک. اگه بگیم که فاعل معصیت خداست علی رضی الله، او دارد این معصیت را ایجاد می کند، اگه این باشه که اون وقت دیگه از او ظالمتر کسی نمی شود که دیگری گناه نکرده او رو عقابش کنه، خودش کاری کند و اون دیگره به خاطر اون کار عقابش کند. یعنی چه؟ آیا میشه این؟ دیگه ظالم تر از این نمیشه بعد کسی دیگری را به جرمی که مرتکب نشده است عقابش کند. اگه بگیم شریکن هر دو، خدا و بنده هر دو شریکن، خب شریک قوی تر خواهد بود دیگه، شریک قوی تر شریک ضعیف تر را عقاب کند، خب این هم که درست نیست. پس صدق سوم درسته، یعنی معصیت از خود انسان صادر می شود، خدا او را مختار آفریده و رضا با اختیار خودش گناه از او صادر می شود، چون گناه صادر می شه پس امر مال اوست، نهی مال اوست، ثواب عقاب مال اوست، جهنم و بهشت هم مال اوست. اینجا که فرمود من متوجه آیه شدم، لا
ذریه بعضها من بعض. بعد فهمیدم که او فرزند امام صادق علیه السلام است و امام کاظم علیه السلامه، و لذا از همونجا برگشتم دیگه، منتظر نشدم که قبط آقا برسنده، جواب گرفتم دیگه، اونی که میخواستم جواب گرفتم و برگشتم. هر کسی را از راه خودش میخواستن راهنمایی کنن، متوجه کنن. پس خطاب همینه، یه بیعت این طبیب یهودی را احضار کردن، خب کسالتی بیماری برشان عارض شد، امام کاظم علیه السلام دستور دادن که طبیب یهودی بیاورن، خب منظوری داشتن به منظور هدایت او. او که آمد معاینه کرد و به نظرش یه بیماری صعبی بود، دشوار بود، سنگین بود این بیماری، معتقد بود که مثلا یه مدتی باید معالجه بشه، مدت طولانی، خواست به قول ما نسخه بنویسه، مثلا دستور بده. امام فرمود که پس صبر کن، من با دوستی که دارم مشورت کنم، و بعد اون وقت تو مشغول رو به قبله نشستند و بعد با خدا با ما که صحبت کردن، این دو تا شعر رو نسبت دادن به حضرت. حالا در اینجا گفت انت امرستنی و انت طبیبی، فتفضل به نظرت یا حبیبی، وسقنی من شراب ودکه کأسن، ثم زدنی حلاوت تقریبی. معنیش اینه که یعنی خدایا اونی که بیماری در بنده ایجاد می کند تو هستی، و طبیب من هم تو هستی، اگر بیمار شده ام به اراده تو، و اگر طبیب می خوام طبیب من تو هستی. بنابراین ای محبوب معبود من، نظری به این بنده ات کن، از جام محبتت به من بنوشان، و از حلاوت تقربت به من بچشان. همین چند جمله، ناگهان طبیب دید که حال امام تغییر پیدا کرد و شادابی و خرمی درش پیدا شد، به کلی مرض زایل شد از بدنش. دیگه اون مرضی به قول خودش خیلی سنگین بود، معالجی طولا نمیخواد، دید با همین چند جمله ای که گفت شفا پیدا کرد. و رضا گفت که عجب، من خیال میکردم شما بیمارید من طبیبم، معلوم شد من بیمارم شما طبیبی، و شما مرا معالجه کنید. امام هم اسلام رو عرضه کرد و همونجا به شرف اسلام مشرف شد. اینا مصداق فصل الخطابه، فصل الخطاب اندکم، شما هستید که بعد کاری میکنید، هر کسی به حسب حال خودش دیگه، هر کسی رو از چه راهی باید متنبه کنم، متوجه کنم، از باطل به حق بیاورن، یکی رو با پول، یکی رو به این کیفیت. مثلا اون مردی که از اولاد عمر بن خطاب بود در مدینه، خیلی دشمنی داشت به امام کاظم علیه السلام، هر وقت میدید دشمن میداد، اینجوری بود، هر وقت میدید تو کوچه و رهگذر اینا میستاد و بد و بیراه میگفت، و به جوری که اصحاب امام ناراحت بودن، گفتن آه این اجازه بدید ما ریشینه بکنیم، خیلی مزاحم است و جسارت میکنه، خیلی گستاخ شده. میگفت نه کارتون نباشه، او اشتباه میکنه، خب جاهل است و نمیدونه. و تا خودشون یه روز تنها رفتن بیرون مدینه، سوال کردن این کجاست، محل کارش کجاست، گفتن مزرعه ای دارد در خارج مدینه، مشغول کار اونجا، مزرعه دارد. امام یه روز تنها حرکت کردن رفتن بدون اینکه کسی یا همراهشون باشه، سوار مرکبش شدن رفتن بیرون شهر رو پیدا کرده مزرعه‌اش رو. او از دور که دید بنا که باز همون فحاشی کردن، باز بد و بیراه و نمیخوام یه اینجا فرد. امام بی اعتنا به حرف رو رفت تا رسیب اونجا و سلام کرد از دور، بعدم با کمال خوشرویی از مرکب پیاده شدن، آمدن جلو دست دادن و او دید خب خجالت کشید، حالا که امام سلام کرد و بعدم دست دادن برای مسافره، اونم دست داد و خب یه قدری با تکدر خاطر اما خب دیگه کم دید، یه قدری از اون صورتش کاسته شد، از اون صورت غضبش. امام نشست با اون احوال پرسی کردن، خب اینجا چقدر خرج کردی تو این مزرعه؟ گفت که مثلا 100 درهم گفت. خب چقدر میخوای بهره برداری؟ امیدواری که بهره برداری؟ گفت بگم من علم غیب ندارم، نمیدونم. فرمود نخواستم بگم که علم غیب داری، گفتم چقدر امیدواری که از مزرعه برداری؟ گفت امیدوارم مثلا 200 درهم بردارم. فوراً امام علیه السلام یه کیسه ای داشتن 300 درهم در میانش بود و دادن به او، فرمودن این 200 درهم و 300 درهم و محصول هم از خودش باقیه. او از این جریان خیلی شرمنده شد، خب دیگه هر کسی یه رگ خوابش یه جوریه دیگه، ولذا افتاد دست امام رو
بوسید و معذرت خواهی کرد و عمر را ببخشید جسارت کردم و خیلی خوشحال شد. از امام علیه السلام برگشتن، فردا دیدن، اصحاب دیدن این آدم دورتر از آمده مسجد ایستاده منتظر که امام بیان. وقتی آمدن بنا که سلام کردن، عرض ادب کردن و اخلاص و تعجب کردن، یعنی چطور شده این دیگرگون شده؟ به تاب حال دشمنی بود و دشنام میداد، بد و بیراه میگفت، حالا اینجور خاضع شده. امام فرمود که خب بله، اون طور که شما میخواستید خوب بود، مثلا بزنیدش، بکشید، جهنمیش کنید، ما با چند دینار بهشتیش کردیم دیگه. حالا هر کسی رو یه راهی بوده بهشتی بشه، نه تنها زدیمش بلکه بهشتیش کردیم، حالا کدام راه خوبه؟ و فصل الخطاب اندکم، لیکن ها مصادیق همین هاست. اون شعیب آمد، مردی به نام شعیب، خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت تا وارد شدم بدونی که من اجازه بدهم حرفی بزنم، به من فرمود که فردا کسی را ملاقات میکنی از اهل مغربه و سوالاتی دارد، مسائلی دارد از اعتقادیاتش و احکامش، او خوش برخورد باش، جواب بده و اگر خواست با من ملاقات کنه پیش من هم بیار، هدایتش کن، راهنماییش کن. گفتم آقای نشانی من بدید به چه جنش بشناسمش او را. فرمود که یه مردی است قد بلند و درشت اندام، اسمش هم یعقوبه. خب این علامت که من رفتم فردا مشغول طواف بودم، گفتم شما اسمت چیه؟ گفت یعقوب. و گفتم از کجایی؟ گفت از اهل مغرب. گفتم همون که امام فرموده بود که فردا کسی میاد به نام یعقوب و اینم به این کیفیت و از اهل مغربه. گفتم تو از کجا مرا شناختی آمدی به سراغ من؟ گفت دیشب من خواب دیدم، کسی در خواب به من گفت که فردا که رفتی مردی به نام شعیب، او را پیداش کن، از او بپرس هر چی میخواهی. به من آمدم از مردم سوال کردم، تو را نشون دادم، برای آمدم به سراغ تو. گفت نه بسیار، همینجا بنشین من توافم تمام بشه. تواف را تمام کردم، آمدم پیشش صحبت کردم. به مرد عاقلیه، مرد فهمنده است. به من گفت که از شما میخوام مرا ببری پیش امام علیه السلام. من دستش گرفتم آوردم و بعد در خانه امام و استیزان کردم و اذن حاصل شد و وارد شد. تا وارد شد امام علیه السلام او را که دید فرمود یعقوب، تو دیروز آمده ای و بین راه در فلان نقطه که می آمدید بین تو و برادرت یه منازعه ای شد، مشاجره ای شد و همدیگر را دشنام دادید، همدیگر را فحش دادید و این برنامه برنامه ما نیست. ما به دوستانمان اجازه نمی دهیم این کارها را بکنن، فحش دادن و دو بیراه گفتن این روش ما نیست. چون قطع رحم کردید و برادر بودید شما، چون قطع رحم کردید ولذا عمر شما کوتاه شده، به همین زودی میان شما دو برادر مرگ جدایی حاصل می کند، از هم جدا می شوید، برادر تو در همین سفر خواهد مرد، نرسیده به مقصد می میرد و تو بعد نادم می شوی که چرا اونچنان جریان پیش آمد و با هم دشنام به هم دیگه دادی. بعد عرض کرد آقا بس مرگ من فرا رسیده که اون تو می فرموده ای؟ فرمود بله، چون قطع رحم کردی مرگت رسیده بود، ولی چون در فران منزل به امعت یه امعی داشتی، اونجا سله کردی، احسان به امعت کردی، جبران شد، 20 سال بر عمرت افزوده شد. یعنی قطع رحم سبب شد که زودرس، مرگ زودرس بیاد، اما از اون طرف چون صله رحم کردی جبران شد، 20 سال بر عمرت افزوده شد. بذار راوی جریان میگه من بعدش در موسم حج یعقوب را دیدم، او گفت بله همونطور که امام فرموده بود بین راه برادر من مرد و قبل اینکه به مقصد برسه از دنیا رفت، من خودم برو دفنش کردم. خلاصه اینا رو عرض کردم به عنوان این که مصادیق فصل الخطابه، ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب اندکم، مرجع خلق شما اید و حسابرس خلق هم با همون توضیحاتی که عرض شد که منافاتی هم هیچ ندارد، با انا لله و انا الیه راجعون منافاتی ندارد، با
این که الینا ایابهم و این علینا حسابهم، این هم منافاتی ندارد با همون توضیحات، ولی هیچ اشکالی نیست. اونجا در این حال که معتقدی مرجع ذات اقدس حق است، انا لله و انا الیه راجعون و انا الینا ایابهم و انا علینا حسابهم، همین درسته. در این حال این جملات هم کاملا با منطق عقلانی و نقلانی درست است که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب اندکم. حالا که چند جمله به عنوان مواعظی که دارن از امام کاظم علیه السلام فرمود: یا هشام، المتکلمون ثلاثه، رابهم سالمون و شاجب. انسان هایی که صحبت می کنن، تکلم می کنن، اینها سه گروه هن. بعضی رابه هن، بعضی سالم هن، بعضی شاجب هن. شاجب یعنی هالک، تباه شده. اما رابه فظاهر الله، اون کسی که سود می برد، سخن می گوید و سود می برد، اون کسی که ذاکر خداست، سخن می گوید و بیاد خدا می افتد و بیاد خدا می اندازد. این ذاکر خدا، این رابه دیگه، این چنین سخنگویی رابه هست، یعنی بهره می برد و بهره می دهد. ولی خب خوشا به حال اون کسانی که واقعا ذاکرن، من که ذاکر لفظی تنها باشم، واقعا قلبشون بیاد خداست. چون قلب بیاد خداست، زبان هم به حرکت تحریک قلب حرکت می کند، چون ذکر واقعی همونه. اگر قلب قبلا بیاد خدا افتاد و بعد به زبان آورد، خب این ذکر زبانی منبعث از قلبه، این درسته. وگر نه قلب خوابیده باشد و زبان به جنبت، این که چیزی نداره. قلب خواب رفته ولی زبان در حال حرکته، این چیزی نداره. خب بد نیست، حالا زبان هم عادت کند به ذکر، خب عادت کردن به ذکر بد نیست، حالا فوش بده خوبه یا ذکر بگه، بگه خوبه مرمو شه لا اله الا الله گفتن خوبه دیگه. اما این تنها زبان حرکت کند و در قلب هیچ اثری نداشته باشه، خب این که ذاکر واقعی نیست. چون ذکر اصلا امر قلبیه، بیاد افتادن دیگه، سخن گفتن که ذکر نیست، بیاد افتادن، بیاد خدا بودن، خب این رابع هست. اما اونی که سالم فساکت، کسی ساکتی حرف نمیزنه، خب سالمه، دیگه آفتی بهش نمیرسه دیگه. اونی که به ذکر خداست، این رابع هست. اونی که ساکت هست، این سالمه. و اما شاجر فلذی یخوض فی الباطل، اما اونی که حرف میزنه و به تباهی میفته، همون کسی خوض در باطل میکنه دیگه، خوض در باطل میکنه، حرف یاوهی میزنه. حالا اگر چنانچه گناه هم نباشه، خود یاوه اش خود خود وقت از این وقت میشه دیگه. آره گناه هم باشه دیگه چی، حرف میزنه و غیبت داره، تهمت داره، نیش میزنه به مردم مثلا اینجور. بله اگه این باشه، یخوض فی الباطل، این حاله که منزا فرمود: یا مبتغی العلم ان هذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر. اون کسی که میخواهی نور علم در قلبت پیدا بشود، بدان این زبان هم کلید خیر است، هم کلید شر. با همین زبان که حرکت میکند، ممکنه در خیرات را باز کند به روی خودش، ممکنه در شر رو بدبختی باز کند. تختم علا فیک کما تختم علا زهبک، همونطوری که اگه طلا داشته باشی مهر میکنی که کسی نبیند، زبان خود را مهر کن، زبان خود را مهر کن، بی این سادگی باز نکن. بله خون زبان، بله فرمودم که هل یکب الناس، که این گکب و یکب هر دوش درسته در اصف لغت، هل گکب الناس الا من آخر هم فی النار الا حسائد ارسنت هم، نمگر این است که جهنمی ها درو شده زبانشون هستن. حتی درو هم تعبیر شده، معلوم شده داست دیگه، این داست میفته به گندم ها و چند تا گندم میخوابانه، درو میکنه. این زبان عجیبه، زبان به حرکت بیفته و معدب به آداب دینی نباشه، درو میکند، حسنات انسان را از بین میبره. و لذا روز قیامت جهنمی ها حسائد ارسنت هم، درو شده زبانشون هستن. زبان به حرکت آمده، حالا به هر کیفیتی، این زبان هم قدیه، تو خانه میرود با زن و بچه اش مثلا، زبان تندی داره، توی مردم با همکارش زبان تندی داره،
راننده با مسافر، فروشنده با خریدار، همینجوری زبان تندی دارن، دل را می آزارن. این آزردنی ها حساب داره و روز قیامت همین ها آتش میشه. کسی که با زبانش آتش زده به قلب کسی سوزنده، این حتما روز قیامت خواهد سوخت. این نمیشه مثل اون که دفن کردن سعد بن معاذ را، مگر نبود آدم خوبی بود که رسول خدا خودش تشییع کرد و در قبر هم گذاشتن دیگه. ولی بعد فرمودن که قبر فشارش داده. گفتن چرا؟ فرمود چون تو خانه اش بد زبان بود، بد خلق بود، تو مردم خوب بود، با مردم خوش رفتار بود، خوش برخورد بود، و تو خانه اش که میرفت یه قدر تندی داشت، در زبان تندی داشته. خب همین خیلی ما رو هشدار میدن، خلاصه مراقب باشید، حسائد ارسنه نباشید، زبانتون رو رها نکنید که شما رو درو کند، حسنات شما رو از بین ببره. یک کلمه گفتید نیش زدی به قلب کسی، خب همه حسرات درو شده از بین رفت، که این صحیح نی. من حسن اسلام المرء ترک مالا، یعنی اسلام خوب همان است که انسان اون چی نافع به حالش نیست به زبان نیاورد. اون نفعی نه دنیاوی دارد نه اخروی دارد. آدم بلیشی بی خودی بگه حالا گناه هم نباشه، حالا گناه نباشه ولی مباح هم باشه، خود مباح هم تضییع عمر دیگه. میگه این عمر آدم به این سادگی که نیست که هر حرکت چشم ما باید برای ما سعادت بیاورد، هر حرکت زبان ما باید برای ما غرفه های بهشتی بیاورد، هر جوری وفزم جهنم نیاورد. اما ما حاضریم چند تا صد هزار تومان تو دریا بریزیم؟ حاضر نیستیم. یه هزار تومان، یه داره صد تومان تو دریا بریزیم، چطور حاضریم این نفس که میزنیم، این نفس گوهر گرانبهایی رو به دریا بیندازیم؟ هیچی. حالا جهنم هم نیاورد، هیچی از دست برود، آخرین در گرانبایه بهایی دارد، این نفس که میزنیم بها دارد. اون چقدر بزرگ اون هر که مرحوم شهید اول میفرموید و میدن خسران صرف زمان فی المباح، میدن خسران صرف زمان فی المباح، زیان است برای انسان که عمر خودشو در مباحات صرف کند. خیلی مطلب مهمه، یعنی نه تنها من حاضر نیستم که کار حرام مرتکب بشوم، حاضر نیستم حتی کار مکروه مرتکب بشوم، حاضر نیستم کار مباح مرتکب میشم، یعنی حرف نمیزنم یا بر من واجب باشه یا مستحب. هیچ حرف نمیزنم، یا حرف زدن بر من واجب باشه یا مستحب باشه. یه حرف زدنی که حرام باشه که نمیگم، مکروه هم نمیگم، مباح هم نمیگم. مثلا مباح، رسیدیم تو خیابون به کسی، آه کجا میری؟ شما چی کار کجا میری؟ خب این کجا میری خودش یه حرف مباحیه. آقا بیشه در میخوری شما؟ میگیم بعضی مثال میزنه از علماء اخلاق، میزیم از روز ماه رجبه به کسی میگه آه شما این روز روزه دارید؟ او چه جواب بده به شما؟ اگه بگه روزه دار هستم باشه، خب ریا میشه، نمیخواست مخفی بمونه عملش دیگه. اگه روزه دار نیست میگه بر روزه دار دروغ میگه، یا باید دروغ بگه، یا عمل مخفی خودش را تنزل بده آشکار کنه، یا هیچ جواب نده به شما. اگه جواب نده توهین به شما کرده دیگه، بی جواب بمانه توهین کرده. دروغ بگه روزه دارم و نیست، خب دروغ گفته. اگه بگه روزه دارم و هست، خب عمل مخفیانش آشکار شده، نمیخواست باشه و ضرر زدی به شما با همین یک سوال. خب یه سوال چه فایده داشت؟ یه سوال مباحی بود دیگه، حرامم نبود، ولی خب نه واجب بود نه مستحب بود، حرامم نبود مکروهم نبود، مباح بوده. با همین هم عمر خود را یک کلمه گفتید که فایده نبردید، بلکه او ضرر هم زدید به او دیگه. و مدن خسران صرف الزمان فی المباح، این عمر آدم ضرر می کند که در مباحات صرف بشود. و رضا فرمود من حسن اسلام المرء ترک مالا، یعنی اسلام خوب همان است که اون چه نافع به حالش نیست نگوید. خب همین گفت اللهم صل على موسى بن جعفر و سید الابرار و امام الاخیار و عیبت الانوار و وارث سکینت و الوقار، الذي كان يحيي الليل بالسحر الى السحر بمواصله الاستغفار. سلام ما بر اون وجود اقدسی که در مدت عمرش خیلی رنج بود، خیلی خون دلها خورد از دست مردم زمانش و شبها
تا به سحر با بیداری و استغفار به مواتر استغفار حریف سجدت طویله سجده های طولانی و دموع الغزیره عشقه های فراوان و المنازات الکسیره المغبور بالجور. همین چند جمله عرض می کنم بعدم افاظه می فرمایند المغبور بالجور، اون آقایی را که ظلم ستم در حال زنده بودن دفنش کردن، مغبور، المغبور بالجور، المعذب فی قعر السجون و جرم المطار، در عمق زندانهای تاریک تحت شکنجه و اذیت و آزار، المرزوز بهلاق الغیوب بهلاق العقود، بر اون حلقه های زنجیر، حلقه های زنجیر پای مبارکش را در هم شکست، ز ساق المرزوز ساق مبارکش در هم کوبیده شد با حلقه های زنجیرها. نمیدونیم وقتی که از زندان بیرون آوردن جنازه اش را آیا زنجیرها را از بدنش برداشته بودند؟